نام خدا، عرض سلام و درود خدمت تمامی شما عزیزان بیننده و شنونده رادیو و تلویزیون رای فردا. تمنا داریم که جور صحتمند و سرحال باشین، دور از آفتها و گزندهای روزگار باشین، انشاءالله لباس عافیت را بر تن داشته باشین. باز هم برنامه رای درمان است و در خدمت شما خوبان و عزیزان بیننده و شنونده قرار داریم. موضوعی که در این برنامه انتخاب کردیم موضوع بسیار مهم و موضوع بسیار جالب است که از شما دعوت میکنیم تا پایان بحث برنامه انشاءالله ما را همراهی بکنین. موضوع این برنامه راه درمان در ارتباط به بیماری تب دنگی یا تب استخوان شکن یا هم تب دنگ یا تب دانک که برش میگن، میخواییم که روی مسئله صحبت بکنیم که شیوعش متاسفانه در کشورهای آسیایی بیشتر شده در اواخر و بیشتر از جناب دکتر صاحب که مهمان ما هستند در برنامه میشنیم اعراض علائم بیماری را و علت و عوامل این بیماری را از دکتر صاحب بیشتر و همچنان روی راههای وقایوی و روی راه‌های جلوگیری از بیماری همچنان صحبت می‌کنیم. شما هموطنان عزیز هم اگر سوالاتی دارین پیرامون موضوع میشه که تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح بسازین و دکتر صاحب حتماً با سوالات شما پاسخ خواهد گفتن. شماره تماسگیری برنامه 0202503444 هست که شما را در برنامه راه درمان با ما وصل می‌سازم. مهمان ما دکتر صاحب اشرف پارسا، معالج امراض داخلی عمومی و استاد دانشگاه با ما هستند. دکتر صاحب سلام و درود خدمت شما، بسیار زیاد خوش اومدید. علیکم السلام، سلامت باشین. به نام خداوند یکتا و همتا. عرض سلام و درود دارم خدمت شما، جناب حسینی، همکاران تکنیکی شما، همه ملت شریف که همین اکنون برنامه زیبای راه درمان، برنامه خودشان را بیننده و شنونده هستند. سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب، خوش اومدین، بسیار زیاد سلامت باشین. همونطور که گفتم دکتر صاحب، موضوعی که انتخاب کردیم بیماری دنگی است که در اواخر متاسفانه شیوعش بسیار زیاد شده. و در نخست اگر بگوین که تب دنگی چیست و چه نوع بیماری است؟ دقیقاً بسیار موضوع عالی را انتخاب کردین جناب حسینی. طبعاً امروز زنگهای خطر در کل میتونیم در مناطق گرمسیر بالا شده از تب دنگی. خوب است که ما و شما یک معلوماتی از تب دنگی داشته باشیم که چگونه مرض هست و هموطنان ما آگاهی پیدا کند با این. دقیقاً خود مرض دنگی یا دنگی و یا هم برایش بریک برون فیور میگه، تب استخوان شکن و یا هم ببر آسیا برایش حتی عرض کردن بعضی سایت ها، که طبعا اگر ما تعریف کنیم در حقیقت یک مریض ویروسی هست، یک مریض عفونی ویروسی هست که از طریق پشه های آیدس این به افراد انتقال میکند. اگر ما به صورت عموم به تاریخچه تب دنگی بپیچیم، خوب است هموطنان ما یک معلومات داشته باشد که این یک مریضی جدیدی نیست که تازه آمده باشد و افراد زیاد را مبتلا کند و شناخت قبلی از این نباشد، رسش های قبلی درباره این مریضی نباشد. از آنجایی که لاکبوک ها و سایت های معتبر پزشکی یادآوری از این کردند که حدود 100 الی 800 سال پیش این در قاره آفریقا اولین چیزی که این انتقال کرده، از اولین حیوانی که برای انسان انتقال کرده، شادی بوده که از طریق شادی به انسانها انتقال کرده ایم. به مرور زمان تا سالهای 2010 و 2011 افرادی کمی مواجه به این مریضی میشده که سازمان صحی بهداشت یا WHO هم آنچنان فوکسی روی این مریضی نداشت و عملا دست به کار نشده تا جلوی این را بگیرد و کم کم این آمد در کشورهای آسیایی، قاره آسیایی، جنوب شرقی آسیا بیشتر افراد را مبتلا کرد تا اینکه بیشتر جلب توجه پزشکان، جلب توجه WHO، جلب توجه یعنی سازمان صحی جهان شد که طبعا این آمد به عنوان یک مریضی شناخته شد که کم کم امروز میبینیم در بعضی از کشورهایی که حالت گرم سر و یا نیمه گرم سر را دارد و یا آنجایی که مهاجرت زیاد هستند، ما امروز آمار را میبینیم که طبعا افراد زیادی مبتلا شدند. در کل اگر ما بگوییم تب دنگی یک حالت هست که این از طریق پشه به نام آیدس ویروسی انتقال میکند بر انسان ها، این به صورت عموم به 4 نوع هست که میتونیم بگیم زیر مجموعه این ویروس ها سر تایپ ها اینها 4 تا هست، یعنی 4 نوع ویروس از یک خانواده ویروس به نام فلاروا اینها انتقال میکند که طبعا میتواند افراد زیادی را مبتلا کند در صورتی که افراد وقایه نکند و آگاهی درباره این مریضی نداشته باشد. بله بله، بسیار خوب. دکتر صاحب روی علت عامل هم اگر صحبت بکنیم که علت عامل این بیماری ویروسی چی هست،
آیا طریقه سرایت و انتقالش تنها از طریق پشه هست یا انسان به انسان هم سرایت میکنه؟ دقیقا جناب حسینی صاحب، از آنجایی که آماری که WHO پخش کرده و اطلاعات اولیه‌ای که نزد همه شبان سفیدها هست، طبعا میتونیم بگوییم که این یک مریض ویروسی است. بیشتر در کشورهای جنوب شرقی یا آسیا وجود دارد، شبه جزیره هند وجود دارد و کم کم دامنه آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی و مکزیک را هم امروز کم کم گرفته، که طبعا این میتواند سرایتش سرایت مستقیم باشه جناب حسین. در صورتی که پشه به نام آیدس ملوث به این ویروس باشد، حالا میتونیم ما پشه های سالم داشته باشیم، پشه های ملوث داشته باشیم. نوع پشه ای که ملوث با این ویروس باشد، اگر فرد را بگزد، طبعا میتواند بعد از دو سه روز این اعراض علائم خود را نزد فرد داشته باشد. و این خوبیت این هست که ساری نیست جناب حسین، با هوای معلق در هوا این انتقال نمی کند، با تچ کردن لمس کردن اشیاء انتقال نمی کند و با لباس انتقال نمی کند. اگر بگوییم از طریق اورال و یا خوراکی انتقال کنه، انتقال نمی کند. طبعا وجود این دایرکت است، یعنی در صورتی که مگس ملوث فرد را بگزد، این می تواند که فرد را مبتلا کند. حالا ببینیم سرایت انتقال این طوری هست که اگر در جامعه ما و شما می فهمیم که به صورت عالی طبعا بعضی وقایع های شهری کالونیزیون منظم و یک پلان شهری تعریف شده نیست، ببینید جویبارها انگفته هست، آب ها استاده هست، آبدارها گندیده شده و جویبار دقیق نیست که کالونیزیون درست باشد و آب ها سرازیر شود، طبعا به مرور زمان این میتواند با تجمع آب و آت آشغالی که در محیط شهر باشد، این پشه ها به مرور زمان به وجود بیاید و بیاید، که این خودش میتواند یک زنگ خطری برای مردم ما باشد، خصوصا در جغرافیای به نام افغانستان که امروز به صورت عموم اگر ببینیم مهاجرت های زیادی هم داریم ما و شما از کشورهای همسایه مثل پاکستان و مثل ایران و کشورهای همجوار ما. طبعا اگر وقایع درست نشود و آگاهی درست نباشد، در این قسمت وزارت صحت ما شما وقایع نداشته باشد و آگاهی دهی به صورت عموم نداشته باشد، این باعث می شود که افراد ملوث به کشور ما و شما، زمانی که افراد ملوث آمد، طبعا می تواند یک بیسی برای این مریضی تشکیل بدهد که این خودش می تواند یک زنگ خطر باشد. دقیقاً بله دکتر صاحب، علائم و نشانه های بیماری عفونی تب دنگی چی است؟ دقیقاً جناب حسینی صاحب، اگر ما این را تقسیم کنیم به صورت عموم اعراض علائم یا ساین و سیمپتوم ما به سه کاتگوری تقسیم میکنیم. اعراض و علائمی که هشدار دهنده هست، مثل فرد دچار سردردی شدید می شود، فرد دچار درد کره های چشم می شود، فرد دچار درد عضلات می شود، فرد دچار عضلات دردی و در کنار این تب های متقطع و تب های سوزناک بسیار پیدا می کند، که حتی در اول شما خودتان گفته به عنوان تب استخوان شکن یاد کرده که برای فرد بسیار خطرناک می تواند باشد. اگر اعراض علائم ابتدایی این باشد که فرد دچار کسالت، درد عمومی بدن و اشتها نداشته باشد و گنگسیت داشته باشد در طول روز، اینها می تواند اعراض علائم باشد که هشدار دهنده نباشد. یک نوع شد. نوع دوم این اعراض علائم هست که برای فرد هشدار دهنده است جناب حسینی صاحب. در کنار این که فرد درد عمومی از بدن دارد، اشتها ندارد، درد در قسمت کره چشم خود دارد، در قسمت جلد خود اینها پد و یا رش میکشند، یک نوع آبله در قسمت جلد اینها به وجود میاد که این میتواند خارش داشته باشد. در کناری که این اعراض علائم را دارد، فرد دچار دلدردی میشه جناب حسینی صاحب، استفراغ های فورانی دارد فرد، فرد دچار پرولانگ هایپرتنشن میشود، فرد به صورت مداوم فشار خون اینها پایین هست، که حالات حتی گزارش داده که این مریضه ها اگر به زود تشخیص نشود و رسیدگی نشود و راههای وقایعی نشود، فرد میتواند حتی به شاک برود، به نوع هایپوولمیک شاک برود، مایعات بدن خود را از دست بدهد. به این حالت در کنار این فرد میتواند از لحاظ خواب مختل باشد، در کنار این فرد میتواند به صورت عموم بیقراری داشته باشد. و کاتگوری سوم اعراض و علائم شدید هست جناب حسینی صاحب، در صورتی که اگر مریض به این حالت برسد و توجه نشود، حتی آمارهایی که داده میتواند فرد دچار مرگ و میر شود. در کنار این که مریض به صورت‌های متداوم
دچار دلبدی و استفراغ هست، در کنار این میتواند فرد دچار هایپوولمیک شاک بشود، در کنار این که اگر مایعات زیاد نگیرد و رژیم غذایی تعریف شده ای نداشته باشد که ایمون سیستم اینها دیپرس نشود، در کنار اینها اگر اینها به دکتر مراجعه نکند و حفظ الصحه فردی و اجتماعی خود اینها مراعات نکند، این کامپلکشن ها اینها آوت میکند که فرد میتواند دچار یک کبد حساس شود، حتی جگر اینها میتواند التهابی شود، کلان شود، یکی از ارگان های اساسی در سیستم بدن ما و شما هست. در صورتی که این ارگان اگر دچار مختل و وظیفه این اختلال پیدا کند، فرد میتواند به زودترین وقت به کام مرگ برود. بله بله، بسیار خوب دکتر صاحب. در حالی که این بیماری به گزارش از بعضی از سایت ها گفتن که 4 نوع بیماری شناخته شده، حالا بگوین که کدام نوع از این بیماری خطرناکتر است و چی عواقب و پیامدهایی را در قبال میتونه داشته باشه؟ دقیقاً جناب حسینی صاحب، در حقیقت این مریضی 4 سیروتایپ دارد و از در کاتگوری ویروس ها است، خانواده فلاواها هست، بیشتر این که امروز شایع هست 9 و 4 اینها است که اینها به نام DNA 1 2 3 4 ایجاد میشه. در صورتی که فرد دچار 9 و 4 اینها بیشتر امروز بروز کرده، در همین اراض علائم را میتواند داشته باشد. از آنجایی که بعضی از سایت های معتبری که امروز اعلان کرده، افرادی که دچار نوع اول یا دومین اگر یک بار می شود، در بارهای دوم این مواجه به این مرضی نمی شود. بله. یعنی اون تایپ اول و دوم اگر فرد مواجه شده باشد، بار دوم اون تایپ نمی گیرد، ولی امکانش هست که تایپ سوم و چهارم باز فرد رو بگیرد. به صورت عموم گفته می توانیم که این یک دسته از ویروس ها هست که از نوع اول تا نوع چهارم می تواند خطرناک باشد، می تواند عوارض کامپلکشن ها و اختلالات خود را داشته باشد که می تواند علارغم که این اراض علائم را داشته باشد، سایت افکت های دیگر بر ارگان های عمومی داشته باشد برای بدن. بله بله دقیقاً. خیلی خوب دکتر صاحب، چه خوب است که روی راه و روش های وقایوی بیماری هم صحبت بکنیم که هموطنان ما چطور بتونه خودشان را وقایع بکنه در مقابل بیماری تا اینکه خدای نخواسته دچار نشوه. دقیقاً در قدم اول خوب است که بگویم اولین وظیفه ارگان‌های مربوطه، مخصوصاً وزارت صحت عامه محترم افغانستان، این هست که در قدم اول از طریق تریبون‌ها، از طریق رسانه‌ها، از طریق سوشال مدیا یک آگاهی جامعه برای افراد جامعه بدهد تا مردم آگاهی اولیه را از این بیماری پیدا کند که این بیماری چی هست، چی نوع هست و چی طریق سرایت میکند. در قبال این آگاهی دهی واضح درباره پیشگیری و وقایش باشد که چه خوب است که امروز شما برنامه مختص به این بیماری دیدین. دقیقا از جان جایی که ما گفتیم خود آسیا، جنوب شرق آسیا مبتلا به این مرضی هست، چه خوب است که بعضی از راهکارهای را ما داشته باشیم. ببینید چیزی که بسیار برای این مرضی مهم هست، اولین چیزی که میتواند ایجاد کند مسافرت و مهاجرت هست بین کشورها. چه خوب است که وزارت صحت عامه ما شما توجه کند تا افرادی که از بیرون مرز داخل کشور میشد، افراد صحتمند باشد، خدا نکرده یکی از ناقل‌های این مرضی نباشد که وارد وطن شود. در کنار این تماس هم دارم دکتر. خواهش می‌کنم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام، خوب هستی؟ از دکتر سوال داشتم. بفرمایید. می‌تونید وقت بیشتر درباره تب می‌شنوم، چه راهکارا پیشگیری هست که من به تب مبتلا نشم؟ خب خب. همین لحظه دکتر صاحب در رابطه با همین صحبت می‌کردن. آها درست، من گفتم یک درجه تا توضیح می‌دم تو فرمایید. تشویش کردید. بسیار خوب، درست است. تشکر از تماسون، تشکر. بفرمایید ادامه صحبت. دقیقاً در کناری که گفتم باید دستور العمل ها و وظایف عمده ای که وزارت صحت انجام بدهد، در قبال این اجتماع و افرادی که در اجتماع زندگی میکنند هم مسئولیت داره جناب سینیسه. اولین چیزی که باید ما مراعات کنیم به عنوان یک مسلمان، علارغم این از این بگذریم، حفظ الصحه یک چیزی واجب هست تا دچار امراض مختلف نشیم. خوب است خانه خود را، منزل خود را، دفتر خود را، شهر خود را، وطن خود را پاک نگه داریم. از آب‌های جاری که این مسئولیت شوروالی هست باید مدیریت درست شود. انباشته شدن آشغال‌ها، اینها شهر باید جمع‌آوری شود و به جاهای دور انتقال داده شود. یک کالنسیونی درست تعریف شده باید برای شهر باشد که اینها میتواند زمینه ساز باشد.
و خوب است که در کل ما حفظ صحه خود را مراعات کنیم، تا زمانی که ما حفظ صحه خود را مراعات نکنیم در شهر خود، در خانه خود، در اجتماع خود، طبعا علی رغم این که انواع از میرز بیماری ها سرایت می کند، یکی از انواع اینها می تواند همین تبی دنکی باشد. در کنار این خوب است که در محیطی که وظیفه داریم، در دفتر، در خانه خوب است حداقل از جالها برای دروازه کلکن های خود استفاده کنیم. علی رغم این که ما و شما چیزی به نام مریضی مالاریا رو میشناسیم که طبعا از لحاظ تشخیص تفریقی ما ببینیم عراض علایم تبی دنکی رو دارد، خوب است که ما متوجه شویم که این مریضی بیشتر در طول روز این پشه هست، اوایل صبح و آخرای غروب طبعا هست. خوب است که کلکن های ما چون هوای تابستانی هست، گرم است، نباید کرسی های ما و شما بدون جال باشد، دروازه های ما و شما بدون جالی باشد، خدا نکرده این پشه سرایت نکند برای اطفال ما، برای بزرگسالان ما، تا بتواند زمینه ساز باشد. علارغم این طبعا در فصل زمستان افراد گرم هست، کار میکند، افراد کارگر هستند، در هوای سوزناک هستند، کسایی هم که در مشغله های دیگه هستند، در طول روز انرژی و مایعات زیادی از دست میدهد. خوب است که بیشتر مایعات بنوشند و یک رژیم غذایی را پیشه کند تا ایمن سیستم اینها قوی باشد، دپرس نباشد که امراض مختلفه را میتواند ایمن سیستم ضعیف به وجود برد. و یکی از آنها میتواند همین پشه همی مریضی دنکی باشد که از طریق پشه ها سرایت میکند و ایمن سیستمی که ضعیف باشد اینها زودتر فرد را پاگیر میکند و از پا در میآورد. بله بله دقیقاً. دکتر صاحب، با وجودی که بیماری بسیار بیماری ویروسی و عفونی و خطرناک هست، میشه بگویم که این بیماری آیا تداوی قطعی هم دارد و راه های تشخیص و تداویش چی هست اگر دارد؟ دقیقا تا هنوز هیچ واکسینی در جهان ساخته نشده برای این تب دنکی، و علی رغم این اگر ما بگوییم این یک کورس و یا یک تداوی انتخابی ادویه کیمیایی داشته باشد، هم هنوز ندارد. و افرادی که هنوز در جهان مبتلا شده و در مناطق گرمسیر مواجب این مریضی شده، تداوی وقایوی بوده و تداوی بوده که در حقیقت نظر به اعراض علایم فرد تداوی شده، اگر فرد دچار یک تب شدید می شود، حالا لوگ‌بوک ها و پزشکان نظرش این هست که خوب است یک مسکن استفاده کند. مثلا بهترین مسکنی که در این مرض می تواند باشد استامینوفن یا پاراستامول باشد. تماسیگم داریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیرین. علیکم سلام، تشکر، شما خوب هستین؟ خوش اومدید. تشکر. از دکتر خیلی سوال داشتم. بفرمایید. آیا این تب دنگی درمان خانگی دارد؟ بله، در رابطه با درمان خانگی تب دنگی درست از دکتر صاحب حتما معلومات میده. تشکر از تماس. بفرمایید دکتر. در کنار تداوی گفتم، نظر به اعراض علایم فردی که دچار مریضی می شود در شفاخانه و در کلینیک ها تداوی می شود. اگر فرد دچار تب های شدید متقطع باشد، خوب است یک مسکن استفاده شود برای فرد. حتی بعضی از دواها را در این حالت منع کرده، مثل دوای آسپرین که می تواند خون را دقیق تر بسازد. گفتیم یکی از کامپلکشن هایش می تواند مفاصل خون ریزی کند. اگر فرد باز هم آسپرین استفاده کند، خون دقیق می شود، خون ریزی فرد شدیدتر می شود. در کنار این، فرد اگر دچار کمبود مایعات و الکترولیت ها باشد، در کنار این پزشکان توصیه می کند که مایعات از طریق اورال یا از طریق دهن بگیرد در طول روز، در کنار این مایعات از طریق وریدی برای مریض می دهد تا فرد ایمین سیستمش ضعیف نشود، تا حالتی نشود که فرد دچار هایپومنیک شاک شود. در کنار این، فرد اگر دچار وامیتینگ، دلبدی، استفراغ‌های شدید باشد، این حالت کنترل می شود. اینها در حقیقت تداوی‌های وقایوی هست جناب حسین نصیب. اگر ما تداوی کورس مشخص و تداوی و کیمیاوی دواهای مشخص برای این باشد، تا هنوز هیچ جا یادآوری نشده و هیچ تداوی به این وجود ندارد و واکسین هم وجود ندارد، چه خوب است که ما پیشگیری کنیم تا مبتلا به این مرض نشه. بله، و خواهر ما که تماس گرفته بودن گفتن درمان خانگیش چگونه است و آیا نظر شما در این باره مثبت است؟ دقیقا، اولا که میخوام برای هموطنان خود عرض کنم که همه تب ها تب دنکی است. تماس شما داریم. بله سلام علیکم. بله تماس شما وصل شده. سلام، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ بفرمایید. از دکتر صدر سوال داشتم که بیماری در کدام رده سنی
بسیار خطرناک است. در کدام سنین خطرناک است؟ درست است، برتان معلومات میته. دیگه سوال دارین؟ بخیر، تشکر، سلامت باشید. تشکر، زنده باشین، خداحافظ. سلام باشین. جناب حسین صاحب، خوب است در قدم اول ما و شما یک تشخیص تفریقی از مریضی داشته باشیم. هر تب تب دانکی نیست. مثل که در زمان کرونا هر کسی که دچار یک سرماخوردگی میشد کرونا تعریف میکرد. در قدم اول خوب است ما و شما بعض تشخیص تفریقی داشته باشیم. به صورت عموم از اعراض علائم این اگر ببینیم شبیه یک آنفولانزا هست جناب حسین. در کنار این اگر این پیشرفته شود میتواند تشخیص تفریقی ما را با تایفوید فیور هم داشته باشد. کسانی که دچار مورقه انسانی هستند، هم دچار تب شدید هستند، کسالت هستند، درد مفاصل دارند، تب متقطع دارند، از طرف شب عرق دارند، از لحاظ روانی اینها استرس دارند. در کنار این اگر ببینیم مریضی به نام مالاریا که هم از طریق پشه های انافل مالاریا این انتقال میکند، همین اعراض علائم دارد. و گزینه سوم تب دنکی را ما بگوییم. ببین افرادی که دچار تب دنکی می شود، اینها علارغم که این اعراض علائم را دارد، یکی از اعراض علائم بسیار شاخصی که امراض دیگر ندارد خونریزی تحت جلدی است جناب حسین صاحب. و ریچه ها و رگ های خرد خونریزی می کند، دقیقا پلاکلت های خون اینجا از بین می رود، خون علقه نمی کند، که این می تواند تشخیص ما را با امراض دیگر مشخص کند که فرد دچار امراض دیگری شده که تب دارد، یا آنفلانزا دارد، مالاریا دارد، یا امراض دیگر دارد، یا تب دنکی دارد. حالا خواهر ما سوال کرد که چگونه تب رو ما در خانه بتونیم تماس بگیریم. خواهش می‌کنم. بله، سلام علیکم. تشکر، زنده باشین، خوش اومدید. می‌بخشید، من بیماری که دارید بس می‌کنم، می‌خواستم بپرسم کنم که در کدام فصل نازیاتر هستم؟ نازیاتر اوجود نه. در کدام فصل بیشتر از شیوع بیماری؟ درست است، دکتر صاحب پاسخ می‌دهد. بفرمایید. مدیریت تب در خانه یک سوال بسیار عالی کردن. ببینید بیشتر امراض، بیشتر مریضی ها نیاز به پزشک ندارد اگر آگاهی کامل باشد. خصوصا اگر این مریضی رو ما رویش صحبت کنیم، تب دنکی که امروز دقیقا یک مریضی نو برای ما رو تلقی می شود. خوب است افرادی که در خانه تب دارد روزانه کوشش کند که از مایعات زیاد استفاده کند. اگر تب اینها بالا باشد، یک تیکه نخی را داخل آب بگذارد، در حال پیشانی خود بماند، میتواند کاهش تب اینها وقایه کند، مایعات بگیرد، در کنار اینها از رژیم غذایی تعریف شده خوبی داشته باشد که سبزیجات و میوه‌جات بیشتر باشد تا امین سیستم اینها دپرس نشود. و کسانی که در طول روز اگر سر و کار با بیرون دارد، خوب است کلا استفاده کند، ماسک استفاده کند و کوشش کند که آفتاب مستقیم در اینها نباشد تا امین سیستم اینها روز به روز دپرس نشود. و در کنار این میتواند یک رژیم غذایی مفید داشته باشد که میتواند یک خوب مدیریت تب در خانواده باشد. و اگر ما این دستورالعمل‌ها را اجرا کنیم و تشخیص تفریقی داشته باشیم، طبعا میتوانیم که صحتمندی خود را حفظ کنیم. و همچنان گفتن که در کدام سنین این بیماری بیشتر خطرناک است؟ دقیقا به صورت عموم این مریضی از طریق پشه‌ها میتواند همه افراد مبتلا کند، خصوصا در سه کاتگوری جناب حسینی صاحب بسیار خطرناک تلقی شده. یکی اطفال، به خاطری که امین سیستم اینها ضعیف است، امین سیستم اینها در حال رشد هست، ارگان های اینها در حال رشد است، اینها آنچنان یک امین سیستم قوی ندارد که در مقابل امراض، ویروس ها، میکروب ها، پارازیت ها اینها مبارزه کند. پس بناهن برای کاتگوری اطفال خطرناک تر توصیه شده و افراد مسنی که امراض زمینه‌ای داشته باشند جناب حسینی صاحب، مثلا افرادی که سنشان از 60 بالا باشد، در کنار این دیابت مبتلا باشد، به فشار خون مبتلا باشد، به چربی خون مبتلا باشد، به عدم کفایه قلبی، کلیوی و امراض لیور سیروز داشته باشد، که اینها میتواند بیشتر زمینگیر شود و برایشان خطرناک تلقی شود. این کاتگوری دوم. کاتگوری سوم برای مادران و خواهرانی که در دوران پرگنن و پرگننسی وجود دارند، مادرانی که دچار حمل هستند، این بسیار خطرناک تلقی شده. در قبال این که فرد را این مبتلا می کند و از ریسرچ ها نشان داده که این می تواند از طریق خون به جنین هم انتقال کند، که می تواند مادر دچار مشکلات متممت بالخصوص ولادت های زودرس داشته باشد، و
و حتی آسیب‌هایی که حتی جنین از بین ببرد. برای این سه کاتگوری بسیار خطرناک تلقی شده. بله. همچنان خواهر بعدی ما گفتن که در کدام فصل شیوع بیماری بیشتر است؟ دقیقاً بیماری تابیدن که بیشتر در فصل گرما، اوایل بهار و پاییز این بیشتر خطرناک تلقی شده، نظر به تجربیاتی که دارد، نظر به آماری که WHO منتشر کرده از کشورهایی که کم کم زمینه گیر بوده برای این مریضی، بیشتر در این فصل ها بوده، چون این فصل ها با گرم شدن هوا و آلوده شدن شهر بیشتر پشه ها در فصل تابستان پیدا می شود و یکی از اون نوع پشه ها پشه به نام آیدیس هست که بیشتر در هوای آلوده و مکان آلوده این ها می تواند پیدا شود. تشکر دکتر صاحب، سلامت باشید. در اخیر بسیار کوتاه توصیه شما را به عنوان یک دکتر مالج برای شنونده و بیننده از ما میداشته باشید. دقیقا من دو تا پیام دارم جواب سنیسیب. اول برای دولت مردان خود، برای وزارت صحت عامه محترم خود تقاضامندم که از همین الان راه‌های وقایوی و آگاهی گسترده را از طریق رسانه ها و سوشال میدیا ها برای مردم داشته باشد تا با این مرضی آشنایت کامل پیدا کند. خدا نکرده روزی نشود که دامنگیر شود و کسی آگاهی نداشته باشد که این میتواند بسیار یک پدیده خطرناک تلقی شود. در کنار این برای همه هموطنان عزیز خود توصیه من این هست که هوا گرم می شود، هوای بیرون آلوده هست، خوب است حفظ سلسله خانه اجتماع خود را مراعات کنیم. در کنار این از بولیزک هایی که آستین منتی هست نپوشیم و در کنار این پنجره های خانه و دروازه های خانه خود را جالی بگیریم و در هوای منتن و آلوده نباشیم و کوشش کنیم حفظ سلسله باید و شاید را مراعات کنیم تا از تمام امراض به دور باشیم، به خصوص این مریضی به نام تب دنکی، هم به امان باشیم و یک جامعه صحتمند و سرسلامت داشته باشیم. انشاءالله. ممنون شما دکتر صاحب، تشکر از اینکه تشریف آوردید. ممنون شما. بله، از آن بیننده و شنونده همچنان سپاسگزار هستیم از شما خوبان که تا پایان بحث برنامه ما را همراهی کردین. موضوع خیلی هم مهم بود، بیماری تب دنکی یا تب استخوان شکن که برش میگن، بسیار یک بیماری ویروسی، عفونی و بیماری خطرناکی است که انشاءالله شما توصیه های دکتر صایبا را همیشه گوش بکنید تا اینکه خدای نخواسته با امراض و بیماری های مختلف مواجه نشین و دچار نشین. حفظ صحه را همیشه رعایت بکنید در تمام خانواده و خصوص اطفال نازنین که در خانواده هستند و همچنان کهنسالان عزیز ما که در خانواده زندگی میکنن، اینا شاید مقاومت وجودشان پایین تر باشن، پس تلاش بکنید که متوجه خودتان، متوجه خانواده و جامعه‌تان باشین. تا برنامه دیگری راه درمان که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما خوبان به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. تا درود دیگر، بدرود.